ریزش برف و طوفان سنگین ما شاهرای سالنگار موقتا بر روی تمام وسایل مسدود کردیم. ساعت 3-4 بجه بود که به ما زنگ زدن گفتن موتورایتان که موتورایی که از طرف صبح میرفت گفتن که ارسال نکن روان نکنین که فعلا راه مسدود است. پیسی نه لرلار بند دی برادر سوک یا پیاله ترمیز یا پیاله چای پسلو پیرا مسافرایی که از ایران و از دیگه کشور میان به راه رد مرز میشه و بیچاره نه تا به یک لباس دیروز ما دیدیم که زیر یک لباس بودن حتی نان بخوردن ندارد. بر علاوه که سالنگ بند شد به خاطر بارش شدید برف شاهرهای کابل قندهار هم بند است. اون طرف شمالی که هستن میگن طوفان است، این طرف برفباری است. برفباری که خلاص شده برف فعلا پاکاری دارن. اما سمت شمال طوفانش تا بالا توقف نیفته. اینه میاره در 580 بار کنه، در وقت بار میکنه، در غرفه میزنه، در هر جایی که میزنه. من خواهشمند هستم از خود از این تلویزیون، از این دولت امارات اسلامی که همین مردم در میدان نمونه که خدا و راستی گشنگیری یا علاق بجه. از اثر ریزش برف و طوفان سنگین ما شاهرهای سالنگار را موقتا بر روی تمام وسایل مسدود کردیم با منظور جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی. شاهرها فعلا بر روی تمام وسایل مسدود است. تا اطلاعیه بعدی از تمام هموطنان عزیز خود خواهش داریم اقدام به سفر از مسیر سالنگ ها نکنند و تا ای که بعد کدام مشکل در مسیر مواجه نشود. صدرم خان را کرد خودید به نام یاد خدا. سلام و درود نثار همه شما عزیزان. امید که جور و صحتمند سر حال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. شما را خوش آمدید میگم به یک ویژه برنامه. ما امیدوار هستم که تا آخر برنامه بیننده باشین و از برنامه ما لذت ببرین. شدت برف شدید باعث مسدود شدن شارهای سالنگ بر روی موتورهای مسافربری شد. متاسفانه که هموطنان ما کسایی که میخواستن به منازل خود برن، بر هدف خود برسن، متاسفانه تمامشان امروز نتونستن برن به خاطر مسدود شدن شاهراه. سالنگ یکی از شاهراهای بسیار مهم افغانستان است که تا سمت شمال وصل میکنه و مردم از این را عبور مرور میکنه. ما آمدیم بر شما هم گزارش تهیه بکنیم، امرای مسئولین گپ بزنیم، امرای مردم گپ بزنیم، ببینیم که از چی وقت به این طرف بند شده. در کنار خود یکی از مسئولین این ترمینال که از شرکت اسارک است، حاجی صاحب در کنار خود داریم. حاجی صاحب بفرمایید، بر شما سلام برسن. سلام علیکم، خوب هستین برادر؟ سلامت باشین، بخیر باشین. حاجی صاحب میشه من خو شما را میشناسم، میشه که برام وطنان خود معرفی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی جواد نوری هستم، مسئول شرکت اسارک پنشیر. بسیار خوب حاجی صاحب، از چی وقت به این طرف شارهای سالنگ بر روی موتورهای مسافربری بند شد؟ تقریبا درست برای مسافرین مسدود است دیگه. همراه قوی کار، همراه عامر سالنگا با تماس شدیم یک ساعت پیش. دیگه برفباری جریان داره. هنوز هم امو شدت برف در سالنگ زیاد است؟ بله بله، اگه بر آمدیم یک ساعت باره پاککاری کردیم، گفت برفباری زیاد شد دیگه، پس مزدود است برم. خب یعنی فعلا کار جریان داره به خاطر که بتانن راه را واز بکنن و بر روی موتورهای مسافربری، درست؟ نه فعلا بند است، فعلا برفباری جریان داره. خبرها شنیدیم میگن که بسیار طوفان شدید هم فعلا هست. بله شمالی طوفان است، جنوب برفباری است. احتمالا گفتن میتونیم که تا چی وقت امکانش هست که واز شود؟ تا فعلا نه، فعلا گفتن نمیتونیم، شاید دیگه شام برای ما حوال بتن که واز میشه یا نمیشه. یعنی احتمالات هست که پیش بینی نمیشه، چون به خاطر که از جمله حوادث بگوییم، از جمله حوادث طبیعی است دیگه، چون برف و باران به دست کس دیگه نیست جز پروردگار. یکی ببینیم چی وقت برف استاد میشه، ولی فکر کنم امو تیم مسلکی دیگه آماده از این هستن که طوفان کم شوه و
راه را باز بکنه بروی موتورهای مسافربری. بله بله کتی قوی کار با تماس دیم عامر صاحب سالنگا خدا خیرشان بده. دیگه وا آماده هستن گفتم طوفان برای چی سیا گفت برای پاککاری گفت میبرند. ان شاء الله که به زودترین فرصت طوفان ها هم کم شوه، به خاطر که طبق شما در تصویر میبینین تمام هموطنان ما منتظر هستند. هزار جایی که فکر کنم کلا کسایی هستند که از سمت شمال بر کابل فعلا منتظر اینمی هستند که فقط راه وا شوه و به منازل خود برسن. آیشه میشه بر ما بگوین کسایی که مسافرایی که تیکت بوک کرده بودن درست قبل از چی ای که راه بند شوه، اونا سرنوشتشان چطور میشه؟ کسایی که تیکت کرده بودن یک تعدادش که خانه دارن رفتین به خانه خودن، یک تعدادی که مسافرینی که از ایران آمده از پاکستان آمده ترمینال پایتخت اینجا جای زنان هم دارن مردان هم دارن برشان خدمات دارن. چقدر خوب، یعنی امکانات ترمینال پایتخت امکانات برای مسافرین داره دیگه. بله خاطر بود باشن. بله هم جای زنانه دارن هم مردانه دارن. مثلا کسی آجیش بخواید که تکت خود کنسل کنه امکان داره؟ بله میتونه کنسل کنه. یعنی کسی که نمیتونه که منتظر بانه یا کسی که تکت بوک کردن جای ندارن یا بیخی منصرف میشن میتونن دوباره بیاین از شرکت ها تکت های خود واپس بکنن کنسل بکنن دوباره پیسه خود بگیرن. میتونن ها پیسه خود را پس بگیرن، خود مشکلی نیست دیگه، بس ما در جریان میمانیم شان در صفحه فیسبوک و رسانه هم میتونن. بسیار خوب، در مورد جای بودوباششان بر ما بگوین امکانات چقدر است برشان؟ اینجا که از جای زنان است میتونن اینجا تقریبا میشه 200 نفر جای زنانه دارن و امور رقم مردانیش است. کمپل برشان از طرف ترمینال پایتخت دیگه غذا برشان تکمیل کل همه چیزشان جای بود و باشان گرم است سهولت است برشان. هموطنان خوبیش همی است که همی ترمینال پایتخت امکانات زیاده داره برای هموطنان ما. بیایید که بیشتر بریم حال احوالشان را پرسان بکنیم از خودشان، ببینیم که چقدر وقت از در کابل ماندن، انتظار برای دارن که شهرها باز شوه و دوباره به منازل خود برن. آیسب تشکر بسیار زیاد، سلامت باشین. فقط گفتین که پیش بینی کرده نمیشه دیگه که چی وقت باز میشه. بله پیش بینی کرده نمیشه، احتمالاً که تا شام دیگه اگر تا شام نشد امکان داره که فردا باشه. فردا بخیر، فردا بخیر امکانش هست. بسیار خوب، سلامت باشین، تشکر بسیار زیاد که همراه ما صحبت کردین. کدام گفتنی کدام پیام بر هموطنان ما که از شما را به تصویر میبینم میتونین برشان بگوین. بخیر سلامت باشین هموطنان ما، همی داشته باشن که تا وقتی که رسانه و در صفحه فیسبوک ما و شرکت سارک پنچیر در صفحه ننداختین هیچ وقت خدا هیچ اسمه کنند. بله بخاطر فکر کنم اکثریت کسا هم سرگردان میشن، از راه دور میاین میخواین که فکر میکنن خبرهای دروغ به گوشایشان میرسه که راه باز شده و میخواین سرگردان میشن. به این خاطر آجی صاحب میگه که تا وقتی که از صفحات رسمی خود پایتخت شما خبر اطلاع حاصل نکردین خود سرگردان نکنین. سلامت باشین آجی صاحب، تشکر بسیار زیاد، خوشحال شدیم، قربان شما. هموطنان عزیز بیاین که بیشتر همراه هموطنان خودم صحبت بکنیم ببینیم که در چی حال احوال هستن. بر شما سلام برسن. سلام به شما، خوب هستی بدر جان و جور بخیر باشین. از کدام ولایت زیبا هستین؟ ما از ولایت مزار شریف. بسیار خوب، چقدر وقت است که ترمینال خود هستی فعلا؟ ما اینه تقریبا 3 روز شد که اینجا آمدیم، کمی کم خرچ هم هستیم، خب به هر صورت کوشش کنن که میرا واسه و ما بخیر بریم طرف خانه و زندگی خود. تکت هم کردین فقط منتظر هستین که شهرا واس شوه که بخیر برین به منزلتان. بله ها بسیار خوب، گفتم میتونین چقدر وقت در کابل سپری کردین؟ ما تقریبا 10 روز میشه که آمدیم در کابل، پشت یک کار آمده بودیم، کار ما بنده شد، قسمی که میبینین شرایط کاری هم خوب نیست، کار ما نشد. اینا باز ما هم لباس های اتاق خود جمع کردیم بردیم در یک جای ماندیم که ما میریم بیادر حال برفباری است بریم دسر خانه و فامیل خود باشیم. اما اینجا هم که امروز آمدیم هیچ کسی در اینجا نبود، فقط اولین نفر ما بودیم که در اینجا داخل شدیم، دیگه کسی نبود بیادر. گفتم که را بسته فکر کنم بسیار زیاد است که همه هموطنان ما فقط انتظار میکشند که شهر باز شود و بخیر حرکت بکنه. آه بیادر اینمی مشکل است که میخوایم بریم وطن خود به خانه و زندگی خود بده. دیگه کدام گفتنی نداره. گفتین غیر از اینجا دیگه جایی بر بود و باش نداشتین، آمدین که تا وقت باز شدن شهر همینجا وقت سپری کنیم. بله ها دیگه جایی بود و باش نداشتیم، مجبور شدیم همینجا آمدیم، همینجا یک هتل همینجا هست.
همونجا بودیم شب، شبی خودم همونجا سپری کردیم. نه دو سه نفر هستیم. خب فامیلی هست یا رفیقا هست؟ نه همی رفیقا و اندی و لاس بیلر. خب خب برو خوب است که حداقل فامیلانت و فامیلا بسیار زیاد مشکل هسته. دیگه خود چی مصروفیت داری؟ الان بیادر تقریبا دو سال میشه فقط مصروفیت بیکاری هستم. مصروفیت بیکاری؟ بله. قبلا چی کار میکرد؟ قبلا کاروبار ما دفتر بود. یک دفتر بود در اوجا پیش می بودیم در مزار شریف. ما 15,000 ماش می داد. حالی او دفتران بسته شده دیگه. پای لوش کده پشتی کار و نان می گردیم. دیگه اقتصاد ما بیخی ضعیف شده. در حد صفر رسیده بیادر. این همینجا که می گردین، این همین جوان ها را که می بینین نیست به ازی کرای را نداره بیادر. حتی کرای را خودم نداره. شاید همی خودیم هم شخصا از 700 بالا میال در جیبم ندارم. کرای موتورها چقدر است؟ کرای موتورها خب بعضی هاش انصاف داره، دلش میسوزه میگه بیاد 200-300 دروک بالا شو. اکثریت از یا میگه که از 800-900 دمی روز کم نمیبرم. اینم بیادرهای ما اکثریتش 1100-1200 پیشکی تکیز کده ماندن. این شما خودتان فکر کنین. همیشه وقت هموطنان ما متاسفانه درگیر مشکلات اقتصادی هستند. انشالله روز برسه که دیگه این مشکلات در بین ما نباشه و قسمه که امی صلح و آرامی در وطن ما روز به روز زیادتر میشه، آبادی ها زیادتر میشه و شاید از این هم باشیم که بخیر بیکاری هم از بین بره و مردم هر کس صاحب کار بشه. ما خودم میشه دو ما میشه عروسی کردیم. 4 سال فکس نامزاد ماندم. 4 سال. 4 سال. بله. دو ماه میش عروسی کردم. یک لک قرضدار هستم. پای پشتی کار که لوش کده میگردم. بعد 10 روز هم یک روز کار پیدا نمیکنم. حال اول مزار هم همین قسم است دیگه. حال مزار باز هم اینجا خوب است. یک کراچی را بگیرید یک سرای درای 50 رو پیدا میکنی. حداقل پیسه نان خودت. باور کنید که دولت خراب است در مزار. به مزار همین هم پیدا نمیشه. سلامت باشی، تشکر. با امید که زودتر به خیر راه باز شود که شما هم به منازلتان برسید که جای بود و باش ندارین. بله. گفتنی داشته باشی، کمره در خدمتت است. گفتنی مینمی است که از امارات اسلامی یک جهان تشکر که بازم توجه به سالنگ کردن، نظر به دولت قبلن که 20 سال خورد و برد کردن، خون و ریم مردم خوردن، اما بازم در توجه در سالنگ هیچ کدامش نداشت. بازم از امارات اسلامی خوش هستیم، آرامی است، یک کمی سالنگار هم جور کردن، بسیار خوش هستیم بیادر. دقیقاً واقعا که کار جریان داره. بله. امارات اسلامی روز به روز کار بیشتر میکنن بر روی جاده ها و سرک ها و انشالله که فعلا هم کار گفتن در سالنگ جریان داره که راه باز شوه و همه هموطنان ما به منازل خود برن. سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد. قربان شما. ما اینجا قبول کردین و که ما صحبت کردیم بسیار خوش شدیم. ما هم بسیار خوشحال میشیم از دیدنتان، از صحبت های شیرینتان. سلامت باشین. هموطنان شما هم ما را بیشتر بیننده باشین. هموطنان ما کلن امیجا کلشان هجوم آوردن. بیاین که بیشتر همراهشون گپ بزنیم، از مشکلاتشان بپرسیم که به کابل به خاطر چی آمدن و میخواین که برن و کلشان انتظار از امیره دارن. سلام برسن. سلام علیکم. بیاد شما خوب هستین. خیلیت است. سلامت بخیر باشین. قربان شما. میشه که اسمتان رو بگویم؟ اسم من عبدالاحد است. از کدام ولایت زیبا؟ از ولایت قندوز هستم. فعلا میشینیم مزار شریف. یعنی میگه 3 روز است دیگه. ما از طرف پاکستان آمدیم، از ویش البته. این دیگه بیادرار هم است. یعنی میگه هستیم. راه بند است دیگه. به امیدی ازی هستیم که بخیر راه باز شد. ما طرفی خانه خود پیش اشتباه خود خانه قندوز است گفتین درست؟ خانه قندوز است. فعلا دیگه از قندوز هستیم، میشینیم مزار شریف، کاروبار میکنیم مزار شریف. چقدر وقت است که در اینجا انتظار باز شدن سالنگ هستیم؟ امروز 3 روز شد. 3 روز است که همیجا هستیم؟ 3 روز است که همیجا هستیم. امکانات هست براتان؟ دیگه جای هست، هتل هست، فضل خدای مردم مهمان نوازی هم میکنه، جای ما صحیح است. ما دا امیدی ازی هستیم که بخیر امیر راه الهی شو بخیر دیگه بریم بخیر طرف سمت شمال بریم. انشالله بخیر میشه. گفتیم که کار جریان داره، مسئولین کار میکنن، بسیار سخت هم کار میکنن که با وجود که مشکلات در سالنگ وجود داره، طوفان است و برف شدید میباره، انشالله که اونا هم کار میکنن، راه باز شود که تمام هموطنان ما به منازل خود بخیر پیش فامیل و خانه خود برسن. انشالله انشالله بخیر باشید. چی مصروفیت داری؟ ما دکاندار هستیم. در قندوز؟ مزار شریف. خب بسیار خوب. برای ما گفتن میتونی پاکستان به خاطر چی رفته بودی؟ به پاکستان میرفتیم، مثل پشت مال میرفتیم، باز یکمی مشکلات ها بوده به خاطر امیرای چمن و دگویش و چمن در سرحد به حساب
دیگه مشکلات ها بوده، باز دو طرف رفتن نتونستیم، یک کم و بیش مال از ویش خریدیم دیگه، پس دور خوردیم میریم بخیر پس مزاری شدیم. مال گرفته میبرین بخیر پس میرین؟ مال بلتی کردیم، مال در موتورای دیگه میاد. بسیار خوب، سلامت باشین، تشکر بسیار زیاد که صحبت کردین، گفتنی داشته باشین، کمره در خدمت شما. تشکر از شما که ما مردم وقت دادین. سلامت باشین، بخیر باشین، قربانتون، سلامت باشین. هموطنان عزیز، بیاین که بیشتر صحبت بکنیم. سلام برسه بر شما. علیکم السلام، سلامت باشین، بخیر باشین، سلامت باشین. قربان شما، سلامت باشین. میشه که همراه هموطنان هم سلام علیک داشته باشین و اسمتان هم برمشان بگوین. اسم من نظیرالله حفیظی از ولایت تخار، اینجا غرض بعضی کارا مرکز آمده بودیم، میخواییم که به طرف تخار سفر بکنیم. خب بسیار دیگه، یک دو روز میشه اینجا راوندان در بند ماندیم، اینجا در مرکز دیگه منتظر هستیم که خداوند خیر پیش بکنه و راه باز شوه و به خانه های خود بریم. ان شاء الله بخیر باز میشه. بر ما گفتم میتونین که در کابل جای بر بودباش داره؟ جای بر بودباش شکر الحمدلله خیشاوندان است، من خودم شخصا دارم، دوستا از خیشا است. دیگه یک تعداد مسافرایی که از ایران و از دیگه کشورا میان به راه رد مرز میشه و بیچاره نه تا به یک لباس دیروز ما دیدیم که زیر یک لباس بودن، حتی نان بخوردن نداشتن. ایتی یک سلسله مشکلات ها بود، همینجا دیدم بسیار خسته شدم. باز رفتم پیش دوستا دیگه، وضعیت مردم تفاوت میکنه، بعضی ها خوب است، بعضی ها مشکلات دارن. دقیقا بله، هموطنان ما واقعا بعضی کسایی هستن که حتی ما شنیدم میگن که پول کرای موتر خود نداره، چی بسا که برن اتاق بگیرن. دقیقا. و شب سپری بکنن، به خاطر سپری کردن شب و روز پول پرداخت بکنن. بله. واقعا مشکلات است. چی گفتنی دارین برای هموطنان ما؟ تشکر، ما فقط برای هموطنان خود صحت و عافیت میخوایم، دیگه خداوند امنیت از این بیشتر برای وطن ما بیاره. از دولت خود خواهش ما است که همین راه ها برای قدر عبور و مرور برای مسافرها، این رایس مسیر سالنگ شمال بسنده نیست، اگر شوه هر چی زودتر این مسیر اینا جور بکنن، خدمات بیشتر بسازه تا که مسافرها گیر نمانه، اینجا به مشکلات مواجه نشن، زودتر بتونن به منازل خود برسن. بسیار خوب، یک چیز دیگه هم برام گفتم میتونین، چون به خاطر شما هم از ولایت هستین، حتما هر سال رفت آمد میکنین به کابل. بله. برام گفتم میتونین از سابق هم فکر کنم این مشکلات در سالنگا بود. در سالنگا خاص سابق بود، بازم شکر است که امارات اسلامی بعد از این که آمدن همین سالنگ یک کمی کار کردن، جور شدن، خدمات خوب است، ولی باز هم خدمات بیشتر میخواهد. خب از سابق این مشکل است، حوادث طبیعی است دیگه، بخاطر بله که شدت برف که هست فوق العاده میگن در سالنگ زیاد است. تصاویر جان برای هموطنان خود میگذاریم ببینن. و ناگفته نمانه که طوفان شدید هم هستن، بر علاوه که برف زیاد است طوفان هم مانع میشه که اونا پاکاری بکنن و را باز بکنن. دقیقاً دقیقاً ها، بندش خوب به خاطر سلامتی همین مردم است، خیرم به مصلحت مردم بندش است، حوادث طبیعی است، ولی باز هم دیگه چیزی که رضای پروردگار باشه، الله باشه ما بمونی. خوشحالی است، میایم پیشش، میایم میبینیم. سلامت باشین، تشکر، زنده باشین. شما مصروفیت گفتین در تخار دارین، درست؟ بله سبا مصروفیت ما در تخار است. خب بسیار خوب، خوش شدیم که زنده باشین، امرایتان معرفی شدیم، سلامت باشین، تشکر باشین که این برادر ما گفتنی داشته. سلام علیکم. و علیکم سلام برادر، ادی وری تو التناش داد بدریش بکرجی وری تو جدی زنانی دیگه دی التناش دا اونجا و خو واسه خپل واسه میینه ورته غر بیا واده دروا وای دا لاس روپی نه لور اصل د پاری ابي یعنی مشکلات دارن، پول ندارن، پیسې نه لور لار باندې دی برادر سوق یو پیل ترمیز یو پیل چای پسلو پیرک دا واسه واسه خو مشکلات از دقیقا خو من همیشه وقت میگم تکرار کرده، مشکلات حوادث طبیعی است، چیزی است که به دست مردم نیست دیگه، ولی پاکاری دارن، زحمت میکشن، مسئولین کار میکنن که زودتر راه باشه و شما هم برید. به من مسافره به من رعایت کمک بکنیم حکومت، ما چی کنیم؟ تو چه یاد هستی زده ور تمام ادی مورا ما بود تو کوچ نه ناش او کارن سی تو بصوت باشه. خیر، شما هم سلام برسن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین، میشه که خودم معرفی بکنین؟ ما در نگرار هستیم در مرکز تبریغ، ما میرم بخیر و تشکیل شدیم در بدخشان، این رای بندی در سالنگ در اینجا ششتیم در مسجد. در مسجد ششتیم؟ در مسجد ششتیم.
خب به خاطر که جای دیگه بود باش ندارین برای بودن؟ نه در جای بود باش مدن داریم. چقدر وقت است که انتظار میکشین؟ اونو کی را شرای ایرا میشه؟ نه فهمیدم چند روز شده که اینجا منتظر هستیم؟ سی روزه. سی روز هستیم. خب باز در مسجد برتان امکانات است کمپر و جای بود باش؟ فضل خداوند است. مشکلات نیست؟ نه فضل خداوند است. بستر خپل داریم، چای پیاله خپل داریم، نان خوش میخوریم در بازار. دیگه چی کنیم؟ خدا را هزار بار شکر از دیگه. هزار بار. لک بار. شکر است. لک بار. بدون شک. از شما میرم در تبلیغ مرکز در مسجد. میرم. از شما؟ نقطه شدیم. آله؟ دا. خب باشین که بر هموطنان خود برنامه را بگیریم. خب بریم نمیتونم کنم. پاکتو زبان هستی از شما پرسی مرد. ترجمان زیاد از دیگه کسایی است که هم فارسی میفهمن هم پشتو میفهمن. اینا هستن ترجمان میکنن. خبر نکنید غریب بغلای کردین ولی شور نستیم. زنده باشین سلامت. تشکر بسیار جان. سلام علیکم. قربان شما. زنده باشین. یک گپ نگفته مونده که من بگویم. بله. ما از می کسایی که شرکت 582 این موترا در دستش است خواهشمند است و موزورانه گپ میزنم از به خاطر این مردم فقیر گپ میزنم که نیست به این مردم رده مردت باور کو کرای رانه داره با شمول خودم این مردمای فقیر به خاطرش گپ میزنم که میار در میدان نمانه که اوتلا جای نمیدن این میار در 580 بار کنه در وقت بار میکنه در غرفه میزنه در هر جایی که میزنه من خواهشمند هستم از خود از این تلویزیون از این دولت امارات اسلامی که همین مردم در میدان نمانه که خدا راست گشنگیر یا هلاک میشه بیادر ما سر آسر زندگی خود رنج کشیدیم بیادر ما این میگه بازم زیر دل میگم شاید ما داشته باشم دلت که احساس میکنی از درد با خدا که این می مردم نصفش کرای را نداره از امی امارت اسلامی تقاضای ما این می است که این می مردم فقیر ما خودم فقیر هستم تمام عمر ما به فقیری گذشتاندیم بیادر که این می مردم در میدان نمانه خدا راست آی مردم آی مظلوم یک روز میگیره اگه حال نگیره تمام عمری ما در مظلومی تیر شده بیادر ما از شما یک خواهش اینمی کوچک می اینمی است بیادر اگر بخواین اینمی جاش که چشم میکنم که این مردم در میدان نمونه بسیار فقیر است یار بسیار فقیر بیچاره تشکر بخیر باشین بیادر بغل ما آغوش تبتی میریم خیر ما صدایتان گفتیم میرسانیم اما تو میریم باز پیش کسایی که مسئولین هستن گفتین شرکت ها دارن ترانسپورت ها مربوطشان میشه ازشان خواهش میکنیم صحبت میکنیم ببینیم که چی کمک کرده میتونن ازشان خواهش میکنیم اگر کمک میتونستن به هموطنان در دیده ما کمک بکنن تا حداقل بتونن که به موجای و خانه خود برن بازم در کنار خود یکی از مسئولین شرکت مسافربری سارک داریم میخواییم امرایشان صحبت بکنیم در مورد نرخ نوا، در مورد مشکلات در مورد بعض خواهش هایی که وعده کردیم امرایشان صحبت میکنیم سلام برسه بر سلام علیکم خوب هستیم بخیر سلامت باشین من خو میفهم اسمت اکبر جان است میشه بر هموطنان خود یک معرفی بکنیم سلام علیکم هموطنان عزیز اکبر هستم یکی از پرسنل های ترانسپورت سارک پنشیر بسیار خوب شارا بند شد شارای سالنگ بند شد میشه بر ما در اول بگوید چقدر شما متضرر میشین روزانه تقریبا تعداد 20 موتر میرفت 20 موتر خب این حال اگه او رو سنجش کرده بشینیم خیلی زیاد میشه نه او رقم آجانا فعلا متضرر این حال کلگی شده به حساب دولت هم شد که به حساب تکس و مالی و ترانسپورتی که عقض میکرد یا خودم شرکت والایی که ما هستیم ما هم به ضرر متضرر شدیم به مردم هم به ضرر رسید زیادی مردم آوارا و سرگردان هستن بعضی ها جای دارن ندارن زیادی مردم امکانات شنا داره بعضی ها مثلا امروی فامیلشان اینجا آمده به خاطر تداوی یا بعضی خریداری هایی که آمدن اینجا بود باش که ندارن مجبور است رفته یک رستوران تا یک هم اتاق را کرا بگیرن با مو کرایی که مو میپردازن یا مجبور هستن اوایی برن اوایی برای فعلا مردم ها شما که یک تاوانشان ندارن زیاد متضرر بازم خواستم سر ملت آمدگی هست ما خیر خوب بگذاری که کار هست دیگه زیادی مردم متضرر شده که مردم عام هستن بسیار خوب قبل از اینکه شارا بند شد و بر شما هم اطلاع رسید یا موترهایتان هم رفت و برگشت خوردن
نه طرفای موتورایی که از طرف بعد از ظهر حرکت کرده بود اونا هم مسیری که مثلا مسدود شده سالنگ است از اونجا عبور کرده بود. باز طرفای نسبای شب ساعت 3-4 بجه بود که به ما زنگ زدن گفتن موتورایتون که موتورایی که از طرف صبح میرفت گفتن که ارسال نکن روان نکنین که فعلا راه مسدود است. ما همینجا جای به جای بعضی مسافرایی که مثلا تکت داده بودیم کسایی که چوکایی که بوک کرده بودن تکت گرفته بودن اونا رو پس دوباره زنگ زدیم با تماس شدیم گفتیم که بعد سرگردان نشین نبین که تا اینجا با سرگردانی تو نمیارزه فعلا راه بند است تا اول که ما میتیم تا اون وقت منتظر باش. این کتابچه ها چی هستن؟ این همون کتابایی هست که بعضی مسافرا که مثلا به طور مثال از پشت تلفن یا با ما زنگ میزنن که چوکی ها رو بوک میکنن یا میجا میان تکت میگیرن با یک مدت بعد یا یک روز بعد تکت میگیرن یادداشت میگیریم. خدا نخواسته مثلا یگان حالت دولتی یگان چیز بند میشه یگان تو یگان شخص دیگه میای میگه به من تکت دارین یا ندارین یا مثلا پیش ما یک یادداشت باقی میمونه که همون مسافر دوباره با مرور زمان یکم مشکل دیگه که پیش بیا و گفته میتونه که مثلا ما در فلانی روز در فلانی تاریخ از فلانی ترانسپورت تکت گرفته بودم. باز دادم اینجا بیان نامشون شمارهشون سفت است. آهش گمم و چیزان همیشه فکرش میاد داشته. یا هر کمان فکر کنم از هر ولایت هست. تخار سلپل فاریاب است. ها جانا چون که اینجا داخل که است نام خدا مسئولین مشتری های ما هم زیاد هستن پرسنل ما هم زیاد است. باز به طور مثال اگر 5 تا ولایت کتابش اینجا درج کردیم که تا بعضی مسافرا رو بتوانن که دمیج مشکلشان حل شه دگاش باز داخل است که دگار رو بدم داخل مشکلاتشان حل کنه. سلامت باشین ان شاء الله که مشکلات هموطنان ما حل شه. بیاین که عزیز بپرسیم که از اکبر جان که کلامتلای دارین که چی وقت امکان داره که شارای سالنگ بر روی موترهای مسافربری تان باز شوه تا هموطنان ما به منازل خود برسن. ما فعلا دقیقه که همراه مسئولین شارای سالنگ در تماس هستیم گفت زده ششتیم که میگن فعلا سالنگ هم جنوبی است هم شمالی است. طرف سمت جنوبی که است میگن برفباری، او طرف شمالی که است میگن طوفان است، این طرف برفباری است. برفباری که خلاص شده برای فعلا پاکاری دارن. اما سمت شمال طوفانش تا بالا توقف نیفته. باز گفتن که ما خود ما تا اطلاع رسانی متوقف کنیم موتورات ارسال. خبر دقیق نیست که بگیم مشخصا کدام ساعت یا کدام روز باز میشه. نه 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 برای فعلا تا بالا تو دقیق احوال ندادن که به کدام ساعت یا به کدام روز راه اعلام میشه. شما خبر دارین میگن که شورای کابل قندهار هم بند شده او هم به خاطر برف. اینو او طرف که است امکان داره که به طور مثال مسیر از اونها که است مسیر ما و شما سمت شمال و این طرف واره دارای کوه و این چیزا نیست سرکارشون امکان داره که مثلا برفباری شده باشه تا سرکار پاک کنن. نسبت به سالنگ فرق داره. این طرف کم ازدحام زیادتر و رابندانش دوامتر میباشه. بله متاسفانه که هموطنان عزیز بر علاوه که سالنگ بند شد به خاطر بارش شدید برف شارهای کابل قندهار هم بند است. هموطنان ما هم که میخواستن به او سمت مسافرت بکنن یا به منازل خود از کابل به قندهار برسن متاسفانه اونا هم مثل همین مردم سمت شمال فعلا در انتظار هستن که انشالله که آرزو میکنیم دعا میکنیم که زودتر به خیر راه باز شه و دورا هم سالنگ هم قندهار که هموطنان ما دیگه سرگردان نشن و زودتر به منازل خود برسن. سلامت باشی اکبر جان. خیلی سلامت باشی اکبر عزیز. من یک چیز دیگه هم یک خواهش ازت میکنم به اینکه من همراه از این کسایی که شما در تصویر میبینین پوشوریت استاد هستن برشان قول دادم ما فقط صدایشان همیشه وقت کوشش میکنیم به مسئولین برای هموطنان خود برسانیم. اینا کسایی هستند که حتی میگه در بین ما کسایی هست که حتی پول کرای را ندارن. حتی امکانات هست که اگر کسی باشه که واقعا مشکلات داشته باشه از طرف حصارک امکانش البته اگر باشه برشان در تکتا تخفیف در نظر بگیریم. 100% به طور مثال ما نمی شخصا خود ما رئیس ما بر ما گفتگی است کسی که مثلا اما تاوان و پرداخت و تکت به هیچ وجه نداره. ما شما رو میفهمیم بعضی مشکلات دارن که مثلا از ایران رد مرز شده میاین یا دینیم اینجا به یکم مشکل دیگه دوچار میشن که نداشته باشن ما در خدمت هستیم. سلامت باشید. تشکر. من برای هموطنان ما که جستن قول دادم اونا از من خواهش کردن که صدای ما را برسانین حتی چون در بین ما کسایی هستن که توان خرید تکت ندارن. باز من گفتم که چیز دیگه از دست ما نمیه جز اینکه یک صحبت میکنیم امرای مسئولین با نمایندگی از شرکت تا فعلا در کنار خود اکبر جان داریم که مسئول شرکت مسافربری سارک هستن. ازش خواهش کردیم خواهش ما را سلامت باشین که قبول کردین. هموطنانی که واقعا نیاز دارین امو صادقانه دیگه ایتونه که باز هر کس برشان بگه من ندارم یکی خون
حالت مشکلات از اقتصادی کل ما درگیرش هستیم. طبعاً طبعاً. ما هم هستم شاید اکبر جان و همسال هم هموطنان ما. ولی واقعاً کسی که سخت نیاز داره خب مفت نخواهد شد ولی تخفیف در مد نظر میگیریم. تخفیف هم در نظر میگیریم و کسی که مستحق هم و مفت هم که باشه فقط هم اصنای حرکت پیش مو بیایی مشکل نیست ما در خدمت. سلامت باشی اکبر عزیز، لطف میکنین، تشکر بسیار زیاد. امیر جان باش. بله. سه سراف حالوی ما مردم هست. ما مردم مشکلات داریم. نان دباری ما مردم نمیرسه. خرچ و خراجات نمیرسه. پولیت بیم. نیه پرمی من خیر است. نه. نیخ بیترامی میشه. ما بلند هستم. یک دقیقه. اوجه ما بلند بودم. با او خاطر آمدم. پولیت آمدم. سلام برسه برای. زنده باشی. تشکر. سلامت باشی. زنده باشی. ما مردم مشکل داریم. از بلدک آمدیم. اینجا کریه یک غضب کریه کندهار بود. یک کریه شبرغان است که در شبرغان میریم. سیاسه را میده وشتوکا پلوی ما مردم است. دو روپای خدا نداریم. لوچو علی این همینجا سروه استاد استیم. یا سالنگ باشه و یک کتی ما مردم یک داد و ماویلا بکو یک قومی بکو یک مشکلی ما را عال کو. بچه شما گفتم فقط همیشه وقت میخواییم که صدایتان را برسانیم برای مسئولین. امرای رئیس صاحب، امرای کسایی که مسئول هستن. تکت گرفتین؟ تکس میگیریم، تکس با چی بگیریم؟ پول نداریم. خب اینا گفتن امرایتان همی آدم کمک میکنن. هموطنان عزیز امیدوار هستم که ما را تا این دم بیننده بوده باشین. حمایت یادتان نره، ما را حمایت بکنین تا بهترین ها را تقدیمتان کنیم. متاسفانه که مشکلات هست، هموطنان ما واقعا مشکلات دارن از هر لحاظ، از لحاظ اقتصادی و فعلا اونا به یک طرف که مشکلات بند شدن سالنگ بود که اونا هم نتونستن به منازل خود برسن، انتظارش هم میکشن. انشالله که به زودترین فرصت چارا باز بشه که هم هموطنان ما به هدف و منزل خود برسن. از شما هم جهان سپاس که تا این دم ما را بیننده بودین. هر جای دنیا هستین جور خوش و سربلند باشین. تا برنامه بعد که من روح الله پوپلزه در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا می سپارم. شاد خرم و سربلند باشین. خدا.